داستان‌های فارسی زنان کوچک. این یک داستان از گذشته های نچندان دوره. داستان چهار خواهر به نام های مک، جو، بس و ایمی. اونها در یک خونه کوچک توی روستای کوچک زندگی میکردن. پدر و مادرشون فقیر بودن، اما اونها هرگز چیزی نخواسته بودن که پدر و مادرشون نتونن برآورده کنن. مک جوان و زیبا و بسیار عاقل بود. جو رفتارهای پسرانه داشت و دلش میخواست نویسنده بشه. بس خجالتی، آروم و مهربون بود و ایمی تحت‌تقاری و از همه خواهرها زیباتر بود. نیروی خیلی قوی بینشون وجود داشت. اهالی روستا همیشه از رفتار معقولانه اونها تمجید میکردن و به اونها لقب زنان کوچک داده بودن. یه روز یه سرباز به خونه اونها اومد تا پدرشون رو به ارتش ببره، چرا که جنگ داخلی در جریان بود. من براتون نامه دارم. شما به خدمت ارتش فراخونده شدین تا در جنگ داخلی مبارزه کنین. لطفاً آماده شید. خانواده خیلی ناراحت بودن. اوی پدر، لطفاً نرو. بچه ها، من باید برم. این افتخاره که برای کشورت بجنگی. کی برمیگرد؟ قبل از بارندگی ها برمیگردم. حالا گرگه رو بس کنید. مک مراقبشون باش. چشم پدر. با گفتن اینها پدرشون همراه سرباز رفت. چند روز بعد از رفتن پدر، اذیت شدن خانواده شروع شد. اونها پول کافی برای خریدن خاربار نداشتن. مگ، من دارم تلاش میکنم کار کنم تا پول کافی در بیارم، اما خیلی سخته. نگران نباش مادر، فقط چند روزه. وقتی پدر برگرده همه چیز دوباره درست میشه. اما تا اون موقع باید بجنگیم. من نمیفهمم مردم چرا جنگ راه میندازن. اوه مامان. یک روز یک نامه از دفتر ارتش دریافت کردند که نوشته بود. چی نوشته مگ؟ مقامات رسمی اطلاع دادن که پدر توی جنگ به شدت زخمی شده. بستریش کردن و میخوان که کسی بره پیشش تا پرستاریش رو بکنه. اوه، باید برم اونجا. اما چطور؟ برای سفر به پول نیاز دارم. چطور جورش کنم؟ نگران نباش ماما. شما برای سفر آماده بشید، من برنامه ریزیش میکنم. جو از خونه خارج شد. وقتی عصر برگشت در دستش پول بود. اینو بگیر مامان، فکر میکنم کافی باشه. این پولو از کجا آوردی؟ موهامو فروختم و این پولو گرفتم. اوه جو، موهای زیبا تو از دست دادی. مهم نیست مامان. ولی جو، شاید میتونستیم رای دیگه ای پیدا کنیم. چرا این کار رو کردی؟ نگران نباشی، دوباره بلند میشه. جو اون شب نمیتونست بخوابه. بی صدا روی تخت خوابش گریه میکرد. نیمه شب مگ دستش رو روی شونه جو گذاشت. جو برگشت ببینه کیه. وقتی دید مگ کنارش نشسته، مگو در آغوش گرفت. نگران نباش، همه چیز به زودی درست میشه. بعد از اینکه مادرشون به سمت بیمارستان راه افتاد، خواهرها به کارهای خونه مشغول شدن. همه یه کارهای خونه رو انجام میدادن. تمیزکاری، آشپزی و لذت بردن از وقتش. یک روز بس مریض شد. تب بالایی داشت و در سرما میلرزید. هر سه خواهر خیلی خوب از بس مراقبت کردند، اما تب ماندگار بود و همه اونها نگران بودند. باید دکتر خبر کنیم. هزینش چی؟ چطوری پول دکتر رو بدیم؟ ما که هیچ پولی نداریم. من چند سنت پس انداز دارم. این کافی نیست. اشکالی نداره، من زود خوب میشم. میرم دکتر بیارم. هزینش چی؟ بیا اول به درمان بس فکر کنیم. اون روز برف میبارید. با این حال جو با عجله رفت و به خونه دکتر رسید. شرایطو براش توضیح داد. دکتر قبول کرد که به خونه ی اونها بیاد. من ماینش کردم، اون تب اسکالدیش داره. نگران نباشید، حالش خوب میشه. این خیلی خوبه دکتر آنکل، اما... اما چی؟ آقا راستش بگید.
چرا انقدر مرددید؟ آقا، ما هیچ پولی برای پرداختن نداریم. معذرت میخوایم. بازم به سو درمان میکنیم. چه اینطور؟ جای نگرانی نیست. البته که درمانش میکنم. این وظیفمه و پولمو هر موقع که پدر مادرتون برگشتن ازشون میگیرم. خیلی ممنون دکتر. دکتر مقداری دارو به بس داد. خواهرها خیلی خوب از بس مراقبت کردن. حالش کمی بهتر شد و دلتنگ مادرش بود. دلم برای مامان تنگ شده. مادر کجایی؟ لطفاً بیا خونه. من بهت احتیاج دارم. بس، لطفاً گریه نکن. اون زود بر میگرده. تو خوب شد تا یه نامه براش بنویسیم. آره، اون زود بر میگرده. همون لحظه مادرشون وارد خونه شد. همشون از دیدنش خیلی خوشحال شدن. اوه مادر، مامانی، اوه بچه های من، حالتون چطوره؟ از دیدنتون خیلی خوشحالم. بس هم خیلی از دیدن مادرش خوشحال شد. نگران نباش عزیزم، حالا من مراقبتم. بعد از اون مادر به خوبی از بس مراقبت کرد. حال بس بعد از چند روز بهتر شد. با اومدن فصل زمستون، مگ کمی نگران خانواده بود. مادر، پدر کی به خونه برمیگرده؟ جراحت خیلی حادی داشت. یکی از پاهاش هم شکسته بود. اما حالا خطر از سرش رفت شده و دیگه به همین زودی برمیگرده. دلمون خیلی براش تنگ شده. میدونم. آرزو میکنم هیچ کس تو زندگیش با این سختی ها روبرو نشه. اینو نگو مادر. این لحظات سخت بهترین معلم ها هستن. چیزایی به ما یاد میدن که برای موفقیت لازم داریم. حق با توه مگ. چند روز بعد روز کریسمس بود. مادر و مگ به نحوی موفق شدن یک درخت کریسمس برای خونشون تهیه کنند. اما ایمی کوچولو هم یک کادو میخواست. من امسال از بابا نوئل یه لباس نو میخوام. من آرزو میکنم شاهزاده ی رویاهامو پیدا کنم. من یه پیانوی بزرگ میخوام. تو چه آرزوی داری مگ؟ من آرزو میکنم هممون بتونیم این کریسمس رو با هم جشن بگیریم. گل گفتی عزیزم. روز کریسمس همه ی اونها ناراحت بودن، چون هیچ کدوم از آرزوهاشون برآورده نشده بود. اونها ناراحت بودن اما اعتراضی نمی کردن. اونقدر روز بدی بود که حتی پول خرید صبحانه هم نداشتن. همون موقع کسی در زد. یعنی کی میتونه باشه؟ کیه؟ کیه؟ من میرم ببینم کیه. نه ایمی، صبر کن. در با فشار هوا باز شد و پدر در مقابل در بود. همه که دختر رو به سمتش دویدن. پدر! آه بچه های من، دلم براتون تنگ شده. این بهترین هدیه کریسمس که تا حالا گرفتیم. با بودن پدر در روز کریسمس، این خانواده بی‌اندازه شاد بودند و از کریسمسشون لذت بردن.